برای شروع کار خب این چشم سوژه ماست، برای اینکه لنز و اون شکلی که تو عکس میبینید درست بکنید، سند جدید نیاز داریم در پیکسل 3000 در 3000 و رنگ بکراند مشکی برش انتخاب میکنید، اوکی میکنید. ایزون بک میام عقب، یه سند از همین کپی میگیرید، کنترل جی میزن یا یه کپی ازش میگیرید. بعد از قسمت فیلتر گزینه رنده و در نهایت دیفرنسش رو کلیت میکنید. خب این پنجره که براتون باز میشه، من میخوام یکم یکی اون از اون لبه هایی که داخل ساخته شده یکم حالت کارتونی یا شارپترش بکنم، به قول من یکم یکی حالت سختتر به خودش بگیره. از باز از گزینه فیلتر اودر و مینیموم کلیک میکنم و شما گزینه‌های اینجایی که می‌بینید تنظیمات و ریدیوسش هر عددی دوست دارید می‌تونید بذارید. الان من روی 3 می‌ذارم، اوکی می‌کنیم. خب این از این. حالا ما اینا یه ماسکی ازش می‌گیریم، از یه قسمتی از تصویر به این شکل می‌بینید، یه سلکتی ازش استفاده می‌کنیم، یه سلکتی ازش می‌گیریم، ماسک رو می‌زنیم و روی لایه ماسک رو دبل کلیک می‌کنیم و فدرش رو افزایش می‌دیم تا لبه‌های کارمون فدر بشه. همونجور تصویر میدید، اوکی کافی هستش. روی لایه ماسکمون راست کلیک میکنیم، اپلای لیر رو کلیک میکنیم. باز یکم زوم بک میام عقب، ازش سه تا کپی میخوام. من اینو به سمت چپ هدایت میدم، یک کپی ازش میگم، با آلت کپی گرفتم میذارمش کنار این، کنترل تی میزنم هوریزنتال برعکسش میکنم که این لبه های کار شما اگه نگاه بکنید لبه های کار رو نگاه بکنید با هم مش نیستن. من بخاطر همین هوریزنتالش میکنم، میدید که در تقارن هم دیگه قرار میگیرن. خب پس من اینو بازم میفرستمش سمت چپ، بازم دوتا با هم مارکش بکنیم، میفرستمشون سمت چپ تصویر. بازی کپی دیگه ازش میخواییم در تقارن هم دیگه، کنترل تی، باز همین برنامه هوریزنتال رو میزنید. خب حالا با هم دیگه همه رو مرج میکنید، کنترل تی بازم. خب از لبه های کار من با شیفت شروع میکنم به کشیدن به داخل کادر هدایتشون میکنم و همین این برم به همین صورت. خب اینتر کلیک میکنیم یا نزدیک. خب یه کوچولو اینو محیطش رو یکم کوچولو ترش میکنیم به این شکل، میبینید کافی هستش. هدایتش میکنم بالای تصویرم و برای اینکه اون حالت دایروار رو به خود بگیره فیلتر دیستورت رو پیدا میکنیم و در نهایت کلیک اینجا و یه زوم بک میایم عقب. مثل این دایرهش خوب نشد به خاطر اینکه بکنم قطر این یه کوچولو دیگه جا داره نازکتر بشه. بعد حواستون باشه که تو محیط دایره وار، البته بعدش هم راه مختلف هستش برای اینکه بتونید اون حالت دایر و دایرش نیارید. دیستورت کجا رفت؟ خب خوب شد، میبینید الان کنترل تی میزنم بزرگش میکنم به اندازه مورد چیزی که نیاز داریم. این جایی که تقاطعی که به هم برخورد کرده رو یکم بد کرده، من برای این کار از فیل استفاده میکنم و تنظیماتی که میبینید حالا دیگه این خودش آیتم های مختلف داره، تنظیمات مختلف داره، اوکی میکنیم. اینجا رو پوشش میده برای ما، منتظر باید میسیم. خب این بخاطر این بود که من این لایه برشت من مرج نکردم با هم دیگه، و مرج بکنید تا شناسه هوش مصنوعی فتوشاپ از کل محیط باشه برشت. خب اینم از این. خب کافی هستش. حالا میریم توی برای رنگ آمیزیش، میریم با هیو ساتوریشن این تیک رو فعالش میکنیم برای اینکه رنگ یک دستی به اون بده. حالا یکم افزایش رنگ داریم، حالا هر رنگی دوست دارید میتونید انتخاب بکنید، این دیگه چیزی هستش که هر زمانی دوست داشته باشید میتونید تغییرش بدید. حالا من با این رنگ کافیه، من یک کپی از این لایه به این شکل میگیرم میارمش بالا لایه هیو ساتوریشن، مودش رو میذارم روی کالر J. به این شکل ما می‌بینیم که عمق تصویرمون خیلی بهتر میشه. یه مرج هم می‌کنیم کل تصویر رو با هم دیگه و
در نهایت این انتقالش میدیم به روی چشم سوژمون و کنترل تی سایزش رو کوچیک میکنیم و در نهایت یه مود تغییر اسکرین میریم داخل چشم جایی که حالا دوست داریم و نگر میداریم. حالا یه چرخش میکنم، حالا قسمت دوست دارید میتونید انتخاب بکنید براش. این از این. حالا یه ماسک میخواییم و یه پاک کردن و در نهایت یه چشم فوق العاده. میتونید حالا کندش رو بزنید حالا بالای ماسک سفید و اپاسیتی حالا 100%. میام اینجا شروع میکنیم به زدن داخل جاهایی که باشه. حالا من برای اینکه اون نفوذ بکنه اون داخل اپاسیتی میارم پایین و یکم داخلم اینجا ها هم میکشم. حالا اگه این برای احساس کنم بیشترم. خب اینم از این. حالا شما در نهایت میتونید اگه اومدید روی سوژه دیدید که کار که میخواستید نشده، میخواد رنگش عوض بکنید، میتونید به همین شکلی میبینید راحت رنگش رو هر رنگ دل بخواهید که دوست داشتید عوض بکنید. بذار من اینجا این شکل میتونید رنگش رو تغییر بدید. افزایش بدیم. خب اینا از این تیکش رو برمیدم یه چرخشی میکنم داخلش ببینیم کدوم و قشنگ تر در میاد. فکر کنم اینجا زاویهش خوب باشه. اینم از آموزش امروزمون. ما رو توی پیج هایی که زیر آدرس قرار دادم دنبال بکنید، برای آموزش های بیشتر حمایت بکنید، سیو بکنید، لایک بکنید، کامنت بذارید. ایشالله که تو آموزش بعدی موارد خیلی بهتری به تو آموزش خواهم داد. پیروز باشید.